در برنامه قبلی با بخشی از شگردهای بازجویی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نحوه مقابله با اونها آشنا شدیم تو این برنامه با استفاده از تجربه کسانی که خودشون دستگیر و بعد هم بازجویی شدن با برخی دیگه از شگردهای بازجویی و راه های مقابله با اونها آشنا میشیم یکی دیگه از شگردهای بازجویی برای شکستن زندانی و گرفتن های اجباری تهدید به دستگیری اعضای خانواده است یا آزار اذیت اونها مثلا میگن اگر همکاری نکنی و همه چی رو نگی پدر مادر یا خواهر و برادر یا همسرتو دستگیر میکنیم یا میگن اگه همکاری نکنی تبعاتش دامد اونا رو هم میگیره من خودم با این صحنه مواجه شدم بازجو من میگفت به این فکر کن که اگر پدر مادرت از کار اخراج بشن چطور میخوان مخارجشون رو تامین کنن یا میگفت به برادرات اجازه تحصیل نمیدیم و مانع کسب و کارشون میشیم تو این شگرد هدف بازجو اینه که با سوار شدن روی عواطف و پیوندهای خانوادگی زندانی رو وادار به تسلیم بکنه این تهدیدها بیشتر برای فشار روانیه برای مقابله با این ترفند باید تهاجم کنیم و کاری کنیم که بازجو انتظارشو نداره مثلا میتونیم چشمندمون رو حین بازجویی برداریم و بازجو رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدیم و بهش پرخاش کنیم در این حالت تمام بساط بازجو به هم میریزه و تعادلش از دست میده و نمیتونه به این خط ادامه بده ضمن اینکه میفهمه اگه وارد این تهدیدها بشه با عکس العمل ما مواجه میشه در بسیاری از موارد وقتی چشمند رو برمیداریم و بازجو رو میبینیم مجبور میشن کلا بازجو رو عوض کنن و کسی که چهرهش رو دیدیم دیگه سراغ ما نمیاد به این ترتیب میتونیم این ترفند رو بسوزونیم و تعادل دشمن رو به هم بزنیم یکی دیگه از شگردهای ها دست گذاشتن روی مسائل اخلاقی ناموسی خانوادگی و مسائل خصوصی زندانیه مخصوصا در مورد خانم ها یا افراد متعهل از این ترفند رزیلانه استفاده میکنن در این موارد به طور معمول آدم اسما... عصبانی میشه به هم میریزه هدف بازجو اینه که به عنوان یک نکته ضعف از این نوع مسائل استفاده کنه تا زندانی رو در هم بشکنه در این موارد اگه چشم بند نداریم باید به بازجو تهاجم کنیم یه نمونه بود که وقتی بازجو وارد این مسائل شده بود زندانی که یک مرد متعهل بود به بازجو حمله کرد و طوری ادبش کرد که هم بازجو را مجبور شدن عوض کنن و هم دیگه جرأت نکردن کوچکترین به احترامی به اون زندانی بکنن اگر هم چشبند داریم میتونیم چشبند رو برداریم و با پرخاش، توهین و داد و فریاد تعادل بازجو رو به هم بزنیم این تنها راه سوزوندن این ترفنده وگرنه بازجو پیش ردی خواهد کرد <applause> یکی از کارهایی که بازجوها میکنن گرفتن اعتراف های تلویزیونیه ترفندشون اینه که میگن تصاویر جایی پخش نمیشه و نمیدونم برای خودمون میخوایم یا اینکه فقط برای رؤسای یا بالا میخوایم یا اینکه میگن فقط همون چیزایی که تو بازجویی گفتی تو بگو همه اینها شگردایی که اعتراف تلویزیونی بگیرن و به عنوان برگ باجخواهی نگه دارن و اگرم لازم شد تو تلویزیون پخش کنم من خودم این تجربه رو داشتم تو بازجویی که دستگیر شده بودم حدود 20 روز به من فشار می آوردن که جلوی دوربین اعتراف کنم اما زیر بار نرفتم تا اینکه خودشون قدم بگدم عقب نشستن خسته شدن و کوتاه اومدن خلاصه اینکه باید هوشیار باشیم فریبشون رو نخوریم به هیچ قیمت نباید تن به اعتراف جلوی دوربین داد اگرم فشار آوردن با همون روش هایی که قبلا گفتم باید بهشون تهاجم کرد یکی از شگردهای های بازجوها تکنویسیه که معمولا از این شیوه استفاده میکنن بازجو معمولا اواخر بازجویی برگه های مینه که در مورد دوستان، آشناها و افراد فامیل هر اطلاعاتی که دارید بنویسید هدف از این کار آلوده کردن و تخریب روانی زندانیه در این مورد باید محکم جلوشون ایستاد و حتی برگار رو پاره کرد و گفت من آدم فروش نیستم یه طرفند دیگه تلاش برای کشوندن زندانی به همکاریه من یادم که بعد از دوره بازجویی به هم نوبت دادگاه داده بودن. و بازی کلا تمام شده بود منم تو سلول انفرادی منتظر بودم روز دادگاه برسه یادمه که درست یک روز قبل از دادگاه بازجو صدام کرد و با تعجب دیدم دیگه از تهدید و خط نشون کشیدن خبری نیست و بازجو سعی میکنه خودش رو خیلی دیرسوز و صمیمی نشون بده به من گفت چون اولین بار دستگیر شدی از قاضی خواستم که بهت حکم تعلیقی بده که با وسیقه بتونی آزاد بشی اما یه شرط داره و شرطش هم این که وقتی آزاد شدی تو محیط دانشگاه یا خانواده چشم ما باشی من بلافاصله میز رو چپ کردم و با تهاجم بهش گفتم اگه تا آخر عمرم منو تو زندان نگه دارید همچی کاری نمیکنم. با همین جواب بازجو جا زد و حرفو عوض کرد. به طور کلی بازجو روی ضعف و لاک تدافعی زندانی سرمایه گذاری میکنه و هر کجا بهش تهاجم کنیم تعادلش به هم میریزه و ترفندش بی میشه. خب دوستان این هم بخش دیگه از تجارب کسانی بود که دستگیر و بازجویی شدن و البته که باید بگم این همه این تجارب نیست تو این برنامه شنیدیم که در حال حاضر یکی از مهمترین اهرم‌های های فشار بازجوها روی زندانی سلول انفرادی در برنامه بعد پای صحبت کسانی میشینیم که مدت زیادی در سلول انفرادی بودن تا ببینیم که چه راههایی برای مقابله با فشار در سلول انفرادی وجود داره برنامه های ما رو حتما دنبال کنیم